So, welcome to سلام SBC به کلیسای آنلاین بابتیست استاکپورت خوش اومدید. این چهارمین برنامه آنلاینی هستش که داریم انجام میدیم. یک خوش آمدگویی گرم داریم برای اعضا و دوستانمون، اونایی که از طریق فیسبوک یا یوتیوب دارن برنامه ما رو تماشا میکنن، همینطور کسایی که با یک هفته تاخیر از طریق DVD میتونن برنامه ما رو ببینن. اطمینان داریم که امروز صبح یک برنامه پرستشی خاص با ما خواهیم داشت و هممون از اون فیض و برکت میگیریم. همونطور که احتمالا دارید میبینید، من الان در قسمت در ساختمان کلیسای بابتیست استاکپورت هستم که البته فیلم رو در قسمت سالن اصلی و محراب نمیگیرم چون نور اونجا خیلی کمه، بلکه در حقیقت در قسمت ورودی سالن اصلی کلیسا که ما اصطلاحا بهش میگیم نارتکس دارم فیلم میگیرم که قسمتی است که بالای پله ها قرار داره و درست قبل از ورود به سالن اصلی هستش. من قبلا اسم نارتکس رو نشنیده بودم و تا زمانی که اومدم به اینجا و تازه اینجا با این اصطلاح آشنا شدم و تازه یادش گرفتم. همه ما داریم چیزهای تازه یاد میگیریم در این زمان. ممکنه شما دارید مثلا یاد میگیرید که توی خونه چطوری نون بپزید، یا ممکنه راه های تازه تری برای تناسب اندام در خونتون پیدا کنید، و یا حتی راه های جدیدی برای تحصیل بچه ها در خونه. همه ما مجبوریم این راه های جدید رو یاد بگیریم، ولی یک چیزی هست که ما میتونیم کاملا در موردش مطمئن باشیم، چیزی که همیشه به همون حالت باقی میمونه و اون عیسی مسیح هست. او دیروز هم همین بوده، امروز هم همین هست و برای همیشه همان خواهد بود. بگذارید خودمون رو برای گذراندن زمانی در حضور او آماده کنیم امروز و در طی این برنامه. بخشی که امروز خواهیم خواند که در واقع دومی یک شنبه بعد از ایستر ساندی هستش، از مزامیر 16 هست. اجازه بدید برنامه رو با خوندن این بخش از مزامیر 16 شروع کنیم و این نیایش رو با هم بخونیم. خدایا مرا محافظت فرما، زیرا به تو تنها بردم. به خداوند گفتم تو خداوند من هستی و هر چیز نیکویی که دارم از آن توست. ایمانداران این سرزمین اشخاص نجیبی هستند و دلخورشی من به ایشان است. اونانی که پیرو خدایان دیگر هستند غم و اندوهشان زیاد می شود. آمین. عظیم است نام تو عیسی، جلال بر نام تو عیسی، قدرت از آن تو عیسی، ستای نام قدوس عیسی. Oh,
C'est un numéro de satisfaction. نامه اول پتروس آیات 1-12 از طرف پتروس رسول عیسی مسیح به قوم برگزیده خدا که در سرتاسر استانهای پنتوس، قلاتیه، کپدوکیه، آسیا و بتینیه پراکنده شدند، خدای پدر مطابق اراده خود شما را از ازل برگزیده است و شما را به وسیله روح خدا تقدیس شده اید تا از عیسی مسیح اطاعت کنید و خون او ریخته شد تا شما پاک شوید. فیض و آرامش برای شما روز افسون باد. سپاس بر خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح که به لطف بزرگ خود به وسیله رستاخیز عیسی مسیح از مردگان تولد تازه و امید زنده به ما بخشیده است تا روزی که تمام برکات موعود را به دست آوریم. این برکات در عالم بالا در جایی که خراب و ضایع نمی شوند و از راگ آب و رنگ نمی افتند برای شما نگاه داشته می شوند و در حالی که شما در انتظار نجاتی هستی که در زمان آخر به ظهور می رسد، خدا با قدرت خود شما را به وسیله ایمانتان حفظ خواهد نمود. این امر باید شما را خوشحال کند، اگرچه برای زمان کوتاهی شاید لازم باشد که گرفتار درد آزمایش های سخت شوید، چنان که طلای فانی در آتش آزمایش می شود. ایمان شما نیز باید در زحمات امتحان گردد تا در آن روزی که عیسی مسیح ظهور می کند، ایمان خالص شما موجب ستایش و جلال و افتخار شما شود. با وجود اینکه تا به حال مسیح را ندیده اید و را دوست دارید و با اینکه اکنون هم او را نمی بینید، به او ایمان دارید و با شادی عظیم و پرشکوه که غیر قابل توصیف است شاد مان هستید و نتیجه نهایی ایمان شما این خواهد بود که در جانهای خود را نجات می دهید. در خصوص این نجات انبیا نه فقط پیشگویی کردند که از راه فیض خدا به شما خواهد رسید، بلکه مطالعات و تحقیق در عمیق درباره آن نمودند و وقتی که روح خدا مسیح که در آنها بود درباره زحماتی که مسیح می بایست متحمل شود، جلالی که به دنبال آن خواهد آمد پیشگویی کرد. آنها سعی می‌کردند بدانند که زمان وقوع آن چه موقع خواهد بود و چگونه خواهد بود، اما آنها فقط به این حقیقت پی بردند که مأموریتشان به خاطر خودشان نبود، بلکه برای شما بوده است. کسانی که بشارت انجیل را به شما دادند با کمک روح القدس که از عالم بالا فرستاده شد. Even angels long to look into these things. Cast your mind back several weeks. میخوام به شما یک مدت قبل رو یادآوری کنم، زمانی که ما به عنوان کلیسا هر یک شنبه صبح رأس ساعت 10:30 جمع می‌شدیم. حدود 8 هفته قبل، اول مارس 2020، بدون اینکه حتی فکر کنیم امروز شرایط اینطور میشه، شروع کردیم به یه سری از جدید از گفتارها به اسم فرانت لاین یا خطوط مقدم یک شنبه ها. اگه یادتون باشه ما مثل این نقطه‌های قرمز بودیم که یک شنبه ها دور هم جمع می شدیم. در حقیقت از دوشنبه تا شنبه به عنوان یک کلیسای منتشر شده بودیم و با کسانی که در ارتباط بودیم که امکان داشت با مسیحیت آشنایی نداشته باشند، ما میتونستیم با خبر خوش عیسی مسیح در آنها تأثیر گذار باشیم. من عاشق این عبارت هستم، کلیسا ساختمان را ترک کرده است، و این چیزی بود که هر هفته بعد از برنامه یک شنبه اتفاق می افتاد. اهالی کلیسا که دور هم جمع شده بودند ساختمان را ترک می کردند و در سطح استوکپورت و فراتر از اون پخش می شدند. می تونیم ببینیم که ما چقدر بیشتر می تونستیم تأثیرگذار باشیم از وقتی که در سطح جامعه پخش می شدیم. وقتی که در جامعه منتشر می شیم می بینیم که این به اصطلاح نقاط قرمز چقدر بیشتر میتونیم مثل اینها با اطرافیانمون در تماس باشیم و میتونیم تأثیر بیشتری در خطوط مقدم داشته باشیم در جایی که با مردم در ارتباط هستیم. ولی چیزی که ما 7-8 هفته پیش متوجهش نبودیم به خاطر ویروس کووید 19 این بود که ما میتونیم یک کلیسای منتشر باشیم هر روز هفته، حتی یک شنبه ها. دلیلش هم اینه که دیگه نمیتونیم به عنوان کلیسا دور هم جمع بشیم، دیگه نمیتونیم به صورت فیزیکی دور هم جمع بشیم، و در اصل ما حالا ما همون کلیسایی هستیم که در حال ترک کردن ساختمانش بودیم. ما حالا یک کلیسایی در حال انتشار در سطح استوکپورت هستیم، حتی فراتر از اون، و به دلیل در خانه موندن و رعایت فاصله اجتماعی معنیش این نیست که نمیتونیم تأثیر گذار باشیم
و مثل همون نقطه های قرمز در مورد اطرافیانمون عمل کنیم. ما ممکنه در حال کار کردن از خونه باشیم یا اینکه به دلیل ترس از شرایط نمیتونیم کار کنیم یا اینکه هنوزم به دلیلش با وجود شرایط در حال کار کردن هستیم. اینا خطوط مقدم جدید ما هستند. خداوند حتما فرصت‌هایی را برای شما فراهم میکنه تا روی مردمی که ملاقات میکنید تأثیرگذار باشید و اینجاست که اون اتفاقات در خطوط مقدم میفته. بگذارید براتون یک مثال واقعی بزنم تا بدونید منظورم چیه. چیزی که هفته گذشته اتفاق افتاد، جایی که خداوند برای کارولین یک فرصتی رو فراهم کرد تا بتونه بر روی کسی که میشناخت تاثیرگذار باشه، در حالی که بود مشغول کار روزانه خودش بود. ولی در خطوط مقدم این اتفاق از شنبه گذشته شروع شد، وقتی که شروع کردیم به رانندگی در اطراف تا بتونیم کارت ها و تخم مرغ ایستر رو به دست خانواده کلیسا برسونیم، به کسایی که آسیب پذیر هستند سر بزنیم، به دوستامون. ما به خونه شارل و گیدیان رفتیم، ولی وقتی دفتیم در زدیم کسی جواب نداد. ما فکر کردیم خب نمیتونیم تخم مرغ شکلاتی رو پشت در بگذاریم چون آب میشن. من و کارولین فکر کردیم خب مشکلی نیست، فردا یعنی روز ایستر باز برمیگردیم. اجازه بدین باقی داستان رو خود کارولین براتون تعریف کنه. روز بعدش یک شنبه من برگشتم اونجا، در حالی که دیدم یک رنج روور سیاه داره دنبالم میاد. اون ریچل بود، یکی از دوستان که میشناسیمش، دوست رابی و هیلز هستش. برادرش اون هفته خودکشی کرده بود. راشل ما رو خوب میشناخت چون قبلا با هم به تعطیلات رفته بودیم. گفت که ماشین منو دیده و میخواسته با هم صحبت کنه، به همین خاطر دنبال من میومده. ما یه گپ طولانی و خیلی احساسی داشتیم، از توی پنجره ماشین با هم داشتیم صحبت میکردیم. خیلی سخت بود چون دلم میخواست بغلش کنم. سوالات زیادی داشت که در حقیقت پاسخی براش پیدا نکرده بود. قبل از اینکه جدا بشیم درخواست دعا کرد برای خودش و خانوادهش و بعدش من رفتم خونه شارل و تا تخم مرغ‌ها رو بدم و اون گفتش که دیروز خونه بودن ولی صدای در رو نشنیده بودن. و من حقیقتا باور دارم که خداوند از طریق این موضوع این فرصت رو به من داده تا بتونم روی راشل و خانوادهش تاثیرگذار باشم، اونم در این زمان، تا بهش اطمینان بدم که خداوند اینجاست و من تونستم دعا کنم براش در حالی که دستهاش توی دستهام بود. این یه مثال عالی بود برای اینکه بفهمید خداوند چطور میتونه از شما استفاده کنه. مهم نیست کجا هستید، این در حقیقت همون خط مقدم خاص شماست. اگه دوباره روی اون جمله‌ای که در برنامه مربوط به خط مقدم بود بخونید، از نامه اول پتروس بود آیات 1 و 2، در اونجا تاکید میکنه که خداوند برگزیده از کسانی را و ما در حقیقت همان برگزیدگان هستیم که به عنوان نقطه های قرمز مشخص شده بودند. در 6 هفته آینده که داریم به سمت پنتیکاست پیش میریم، میخوام نامه اول پتروس رو که به کلیساهای اولیه نوشته شده رو بخونیم و علاوه بر مراسم یکشنبه یک سری بایبل استادی داشته باشیم که هم میتونید خودتون تو خونه انجامش بدین و یا حتی به صورت گروهی و آنلاین انجامش بدین. به علاوه اینکه به صورت روزانه یک سری خواندن کتاب مقدس هم هست که برای اون باید در وبسایت LICC ثبت نام کنید و یا حتی اگر که اپلیکیشن کتاب مقدس رو دارید اون ورژن جدیدش رو، ولی ما خب لینکاشو تو صفحه فیسبوک و واتساپ براتون میگذاریم. البته ما یک سری هم بایبل استادی غیر رسمی داریم که از یادداشت‌ها و انجیل خوانی‌های روزمره ازش استفاده می‌کنیم و اون هم روی صفحه فیسبوک و واتساپ قرار می‌دیم. پس لطفاً با ما در هفته پیش رو همراه باشید چون داریم نامه اول پتروس رو مطالعه می‌کنیم. خب
اجازه بدید که جزئیاتی از این نامه براتون بخونم. پتروس نامه ای رو نوشت خطاب به مسیحیانی که معتقد بودن کتاب مقدس مستقیما قابل درک نیست در این شرایط و خطرناکه که بخوان به صورت علنی اظهارش کنند. برای این تازه ایمانداران زمان مشکلی بود و پتروس از اونا میخواست که در مورد کتاب مقدس اعتماد به نفس داشته باشند، به خداوند ایمان آوردن و گرویدن به عیسی مسیح و دور شدن از سایر خدایان. انجامش باید با احتیاطاتی صورت میگرفت. حالا اونها هدف اتهامای خطرناکی هم قرار میگرفتن. خونه، محله، بازار و خیابونهایی که قاعدتا احساس میکردن خونه اونهاست دیگه به اونها تعلق نداشت. اونا رانده شده بودن، افراد رانده شده ای بودن. پتروس شرایط اونها رو میفهمید و میدونست که اونها چه احساسی دارن. اون خودش تجربه رانده شدن رو داشت. دانستن این که اونها چه حسی دارن و دانستن این که اونها در عیسی مسیح هستند باعث شد که اون بخواد بهشون کمک کنه تا بدونن چه اتفاقاتی داره میفته، تا بدونه تصور اونها رو از اینکه زندگی چطور میتونه باشه رو تجدید کنه. میدونیم که ابراهیم به عنوان پدر تمامی اقوام خودش رو به عنوان یک خارجی و غریبه توصیف میکنه و بین زمانی که ابراهیم و عیسی پا بر زمین گذاشتند، قوم اسرائیل از اورشلیم به بابل رفتند و در واقع باید بگیم تبعید شدند تا قبل از اینکه دوباره برگردند. وقتی ابراهیم خودش رو در یک سرزمین غریبه دید و وقتی یهودیان خودشون رو در یک سرزمین خارجی دیدند، خداوند با آنها بود و خداوند هر طرحی برای اونها داره با منظور انجام داده. وظیفه اونها این بود که به خداوند اعتماد داشته باشند و به عنوان مجاری برکت او در این سرزمین ها باشند. چه زمانی که به سمت سرزمین موعود می رفتند یا در سرزمین موعود زندگی می کردند یا اینکه هنوزم در سرزمین های بیگانه در تبعید بودند، خداوند اونها باقی موند و اونها نیز مردم او باقی موندند. نقشه های خوب خداوند برای اونها محکم باقی موند. برعکس قوم اسرائیل، مخاطبان پتروس در تبعید نبودند، ولی همون قوم اسرائیل نیز آنها نیز و همانند قوم اسرائیل آنها نیز توسط خداوند خونده شده بودند تا فیض و برکت و جلال را خداوند را به دیگران نشان بدند. در تشبیه این مسئله ما در واقع در تبعید نیستیم، ولی در شرایط غیرعادی قرار داریم و ما هم شاید قوم خودمون احساس غریبگی و تبعیدی را داشته باشیم یا یعنی اینکه در جامعه همون این موضوع اونجا احساس میشه، ولی در همون زمان هم میتونیم منبع فیض و برکت برای دیگران باشیم. خداوند درها رو برای ما باز میکنه تا عشق و برکت او را جاری سازیم و رسولی برای کتاب مقدس باشیم. هر طوری که بهش نگاه میکنیم، بودن در حالت غریبگی شباهت زیادی به کلیسای اولیه داره. باید برای در کاری که میکنید قداست داشته باشید. باید خودتون رو در اختیار آفریننده قرار دهید و به انجام نیکی ادامه بدید. ما موظفیم جلال خداوند رو به نمایش بگذاریم. و فراموش نکنید اگر شما یکی از مردمان خداوند هستید یا یکی از برگزیدگانش، باید بدانید که هویت شما به دست نیومده بلکه به شما رسیده شده. شما ممکنه فاصله گرفته باشید، ممکنه از نظر اجتماعی خودتون رو جدا کرده باشید، ممکنه با یک بیماری دست به گریبون باشید. این چیزها ممکنه شما رو توضیح بدن ولی شما رو تعریف نمی کنند. میدونید که شما با احساساتتون تعریف نمیشید، شما با عقاید دیگران تعریف نمیشید و یا حتی با شرایطتون. شما با اتومبیلی که رانندگی میکنید تعریف نمیشید یا با پولی که در میارید یا با خونه‌ای که صاحبش هستید. شما توسط خداوند تعریف میشید، فقط و فقط توسط خداوند. او به شما هویت میده، هویتی که متعلق به اونه، همونطور که در دوم قرنتیان باب 1 آیه 22 میگه. خداوند مهر مالکیت خود را با قرار دادن روح القدس در قلب‌های ما بر ما گذاشت. و اگر شما هنوز یکی از برگزیدگان نیستید، پس چرا
وقت بیشتری را تهدر میگید؟ چرا دعایی را که روی صفحه میاد نمیخونید و اون رو با تمام قلب خود باور نمی کنید تا خداوند روح القدس رو در شما قرار بده و شما یکی از برگزیدگان خداوند بشید؟ بیایید و یکی از اون نقاط قرمز در کلیسای منتشر شده عیسی مسیح شوید. اجازه بدین دعا رو بخونیم با هم. خداوند عیسی مسیح، برای زمان طولانی تو را دور از زندگیم نگه داشتم. میدانم که گناهکارم و نمیتوانم خودم را به تنهایی نجات دهم. دیگر هنگامی که صدای در زدن تو را بشنوم در را بسته نگه نخواهم داشت. در پناه ایمان به تو هدیه نجات رو دریافت خواهم کرد. آمادم تا به تو به عنوان خداوند و نجات دهندم ایمان بیاورم. ایمان دارم که تو فرزند خداوند هستی که روی صلیب به خاطر گناهان من مرد و در روز سوم از مرگ برخاست. سپاس برای به دوش کشیدن گناهان من و سپاس برای زندگی ابدی که به من دادی. ایمان دارم کلمات تو عین حقیقت است. به قلب من وارد شو ای عیسی خداوند و نجات بخش من. آمین. Hey everybody, it's Sarah here. سلام همه. سارا هستم. از من خواستم که راجع به وظیفه و کارم براتون صحبت کنم. اختصاصا با توجه به تغییراتی که به خاطر همه افتاده. خب حالا من اینجا هستم. دارم ریلکس میکنم از تعطیلات استفاده میکنم. به هر حال فردا باید برگردم سر کار. من در قسمت آموزش پارامدیک بیمارستان استپینگ هیل کار میکنم به عنوان کارشناس تأمین کننده لوازم آموزشی که So what's changed with the COVID crisis for me?
چیزی که به خاطر بحران کووید برای من تحمیل کرده ولی که خب اولیش این بود که بلافاصله از ما خواسته شد که برخص برای از مرخصی برگردم سر کار و از برگشت یک دنیا جدید رو برو شدید همه چیز تغییر کرده بود همه چیز به خاطر کرونا تغییر کرده بود و در حقیقت وظایف همه هم به نوعی عوض شده بود آموزش های نرمال همه شده شده بودن من هم به قسمتی متقل شدم که در مورد استخدام داوطلبان تمام بخش های بیمارستان استفاده رو تغییر وظیفه پیدا کرده بودن تا بتونن پذیرای بیماران کووید بشن وقتی همه چیز به سرعت تغییر میکنه حتی در یک روز به روز شدن و به روز بودن کمی چالش برانگیز میشه We're also being upskilled ourselves to be lead deployed into clinical areas. So we've got to wear our uniforms or have them on hand all the time. So this is my For my particular role, all the first year students have been cancelled. However, second, third years, I'm making decisions as to whether they want to come out for extended placement, which we don't know, then they get paid for. So there's just lots of uncertainty and lots of things to sort out to get the زیادی است که احساس می‌کنی واقعا ولی همه ما مثل یک تیم داریم کار می‌کنیم و صرفا دعا کنید برای پرسنل ما دعا کنید برای کارآموزان که تو این شرایط قرار دارن دعا کنید تا همشون سالم بمونن و قوی و در بهترین موقعیت باشن تا به بیماران کمک کنن ممنونم Let me start by saying together a short prayer from the lectio 55 devotional reading. It's a sort of centering prayer to prepare us to come into God's presence. حضور خداوند آماده می‌کنه. As I enter prayer now, همینطور که برای به دعا وارد میشم برای یک لحظه بودن رو متوقف میکنم تا با آرامی نفس بکشم To recenter my scattered senses تا احساسات پراکنده‌ام رو برای حضور خداوند تمرکز کنم. آمین. آمین. We'll now lead you in some intercessory prayers and we'll leave space for you to bring your خودتون تنها می‌گذارم و فضا رو خالی می‌کنیم تا دعاهای خودتون رو در سکوت به حضور خداوند بیارید. بعد از هر بخش از دعا ما به همراه هم پاسخ خواهیم داد با جمله‌ای که روی صفحه است. Your kingdom come, O Lord. خداوندا پادشاهی تو بیاید آنچه تو می‌خواهی انجام شود. در ابتدا اجازه بدید بابت تمام برکاتی که در هفته گذشته دریافت کردیم تشکر می‌کنم. می‌خوام از خداوند به خاطر هوای خوبی که در یکی دو هفته گذشته داشتیم تشکر کنم. چون باعث شد که قرنطینه کمی قابل تحمل‌تر بشه. چون توانستیم از زیبایی‌های خلقت خداوند لذت ببریم. که با شکوفه‌ها و آواز پرندگان احاطه شده بود. پس در سکوت دعای خودتان را همراه با تشکر به حضور خداوند ببرید. خداوندا پادشاهی تو بیاید آنچه تو می‌خواهی بشود و حالا من می‌خوام برای دنیا دعا کنم خداوندا تنها تو شایسته و لایق این دعا هست با تو می‌توانیم از تمام موانع حتی این معضل جهانی کووید 19 الان از تو می‌خواهیم تا آنهایی را که بیمارند شفا بخشی و آنهایی که بیمار نیستند را محافظت کنی. به رهبران ما بینش بیشتر ببخش زمانی که در حال هدایت این بیماری جهان شمول و این شرایط اقتصادی نامطمئن هستند.
تا کلیسای جهانی تو قوی تر شود. به ما این قدرت رو بده تا بتونیم نیازهای اطرافیان رو ببینیم. تا بر تمام مشکلات غلبه کنیم. ما رو با امید، شادی و آرامش خودت پر کن. مادامی که ما به ایمان به تو پای بندیم. از این بیماری عالمگیر استفاده کن تا راه رو برای نوسازی معنوی آماده کنی. ما جلال، قدرت و شفای تو را می خواهیم که نمایانگر شود. خداوندا، پادشاهی تو بیاید، آنچه تو می خواهی بشود. بین همه ما مردم زیادی را میشناسیم که با بیماری و مسائل مالی و بحران و قرنطینه و بیماری های روحی و تغییرات بنیادی زیادی دست به گریبان هستند. محافظت خداوند از آنها بسیار عالی تر از ماست، ولی اجازه بده تا ما هم عشق من را به آنها نشان دهیم و نگرانی خودمان را به آنها نشان دهیم. نام آنهایی را که میخواهیم در سکوت میبریم و برایشان دعا میکنیم. خداوندا، پادشاهی تو بیاید، آنچه تو میخواهی بشود. برای تمام دوستان بی بضاعت دعا میکنیم، دوستان اولیو برانچ و لوفز اند فیشز. خداوند، خداوند مهربان است. عشق تو به انسانیت در عیسی مسیح تجلی پیدا کرد. زندگی او در فقر و در میان یک استبل آغاز شد و در میان درد و دوری بر روی صلیب پایان یافت. ما در کنار تو با آنهایی که بی خانمان هستند و ترسیدند ایستادیم. آنها را در روح مقدس خودت آرامش عطا کن و کسانی را که غذا، پناهگاه و دوستی برای ایشان فراهم می‌کنند برکت ده. ما همه اینها را در نام عیسی مسیح می‌طلبیم. خداوندا، پادشاهی تو بیاید، آنچه تو میخواهی بشود. اینها دعاهای مردمانت در این صبح بود. از تو میخواهیم که این دعاها را بشنوی و با کلام خودت و با روش خودت پاسخ آنها را بدهی و در حال حاضر قلبهای با ایمانی به ما عطا فرمایی. آمین. اجازه بدید دعا رو با یک دعای دست جمعی به پایان ببرید. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو آنچنان که در آسمان است در زمین انجام شود. نان روزانه ما را امروز به ما بده. گناهان ما را ببخش آنچنان که ما نیز دیگران را میبخشیم. ما را از وسوسه ها دور نگه دار و از شیطان حفظ فرما، زیرا ملکوت و قدرت و جلال تا ابد الآباد از آن توست. آمین. Between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope.
fathom such boundless grace. The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. خب به آخر برنامه امروز رسیدیم. لطفاً انتقادات پیشنهادات خودتون رو برای ما بفرستید، چه از طریق فیسبوک چه از طریق واتساپ. لینک هایی رو که در ابتدای برنامه براتون گفتم حتما ببینید، هم روی فیسبوک هست هم روی واتساپ قرار داره. ازتون میخوایم که حتما در این سفر به ما بپیوندید برای خواندن نامه اول پتروس. میخوام با یک دعای کوتاه برنامه رو تموم کنم و بعد از اون یک موسیقی رو میشنویم. موسیقی بلسینگ که خوشبختانه با صدای من نیست، بلکه توسط یک خانم با استعداد جوان با یک صدای بسیار زیبا اجرا شده
که آهنگ بلسینگ رو با چند زبان مختلف اجرا کردن و از دیدنش لذت میبرید. وقتی که بعد از برنامه این هفته پخش میشیم و منتشر میشیم، دعا میکنیم تا ما را در شبیه ترین حالت ممکن به روی عیسی مسیح شکل بده. ما صنعتگران تو هستیم، خلق شدیم تا شادی رو بازگردانیم و مردمان تو در جهان باشیم. آمین. Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti, te mostre sua graça e te dê paz. Dieu te bénisse et te garde, que sa face luise sur toi et t'accorde sa grâce, qu'il tourne sa face vers toi et te donne sa paix. The Lord.